سلام و درود بر بینندگان بسیار عزیز تلویزیون پارس، با عرض یک دنیا معذرت از اینکه چند دقیقه دیر شد. این ترافیک 405 و 101 واقعا وحشتناک بود. امروز چند تا برای گرفتاری بود که همیشه هست در لس آنجلس و این مناطق. بسیار بسیار متاسفم واقعا با این شرایطی که در این روزا پیدا شده و این مشکلاتی که برای همه مردم خاورمیانه ایجاد شده، به خصوص به دلیلش هم اینه که متاسفانه این مسئله یه که میتونست خیلی راحت حل بشه، ولی با توجه به اینکه از اون اولی که شد یه سری آدمایی که میخواستن رئیس بشن و به حساب مسائل رو به عنوان رهبران به حساب منطقه باشن، این مشکلات به وجود اومد. من سال 1970 با توجه به اینکه یک بیماری داشتم که به خاطر اینکه در دوره که دانشکده پزشکی بودم حسبه گرفته بودم و یه داروی به من به عنوان کلرامفنیکول داده بودن، مغز استخونم کار نمیکرد و گلبول‌های سفیدم به شدت پایین افتاده بود و چون اون موقع در ایران یه مقداری امکانات به اون اندازه کامل نبود، توسط پزشکان بسیار عزیزی که داشتیم که واقعا اساتید بسیار خوب، توصیه شد که من یه سفر به اسرائیل و بیمارستان حداسا برم. و زمانی که رفته بودم اونجا بعد از 3 سال بود بعد از اون مناطق اشغال که به حساب این در جنگ 6 روزه، و من تقریبا میتونم به جرات بگم که تمام اون مناطق رو در اون زمان رفتم و درست به یادمون میومد که یه ایرانی داشتیم که دوره قدیم که خود امکانات مثلا مالی در بعضی از کشورها نبود، ولی موزیکشون به راه و آب جوشون به راه و همه اینا و اینا همه کار میکردن، میومدن اسرائیل خیلی دوستانه بدون هیچ گونه مشکلی و با هم دیگه کاملا داشتن زندگی میکردن. با کمال تأسف بعد از اینکه این به هر حال این رهبران فلسطینی اومدن و در اونجا شد دیگه، مسئله اینکه فقط یه عده رئیس باشن و رؤسا باشن، این مسائل ایجاد مشکل ایجاد کرد. بعد از اونم به جرات میتونم بگم که بزرگترین ضربه‌ای که به خاورمیانه زده شد توسط همین دولت ایران بود، به خصوص در دوره احمدی نژاد که با اون حرفای مزخرفی که گفت موجب شد که یک آدمای هاردلاینری مثل این گروه، مثل همین پرزیدنت نخست وزیر و بیبی نتانیاهو و اینا انتخاب بشن، که از اون زمان مرتب همینطور در هم این منطقه خیلی بیشتر مذهبی شدن همون منطقه بود و این گرفتاری ایجاد شده. این میتونست واقعا خیلی راحت تر حل بشه. از هر کسی که کشته بشه یه آدم کشته شده، این همه تو زندگی آدم جون بکنه که یه دونه مریض رو نجات بده، یه مریض حتی پیر 100 ساله رو برش پیس میکر میذارن، بعد شما میبینید که تو ایران چطوری آدم میکشن، چی اینجا میکشن. هیچ وقت یادمون نمیره سینما رکس و هیچ وقت اون جنایت رو یادمون نمیره که توسط چه کسانی انجام شد. هیچ وقت این همه کشت و کشتار و 67 اینا رو یادمون نمیره. با کمال تاسف نمیدونم واقعا این خونخواری هیچ وقت در ملت ایران نداشتن. من به جرئت میتونم بگم که من در اینا خیلی کار کردم، همون دوره 57 هم در اونجا بودم، خیلی هم فعال بودم، 2 تا بیمارستان رو اداره میکردم و بیشتر زخمی های همونطوری که قبلا هم عرض کرده بودم 17 شهریور رو من گرفته بودم اونجا، یعنی به بیمارستان کانون خیرخواه، بیمارستان کلیمیا در خیابون سیروس رو برده بودم. مشکل بزرگ در اینه که یک گروهی که واقعا ایرانی مطلقا نمیشه بهشون گفت، اینا کسایی بودن که یا در لیبی ترین شده بودن یا روی سوریه بودن یا در عراق بودن یا در فلسطین بودن یا و هر حال اینا اومدن، و اگه نگاه کنیم میبینیم هیچ چیزی از ایرانی و ایرانیت ندارن الان. و الان هم این مسائلی که به وجود اومده هیچ دلیلی نداشت که یک اینطور جنایاتی انجام بگیره
که الان مردم یه طوری بکنه که وقتی یارو بچه شو نمیدونم اینا رو به اون صورت سر بریدن و نمیدونم فلان کرد. چون اینا البته اگه بخواین واقعا اگه کسی بخواد بره و ببینه که چطوری شده که وحشتناکه، توصیه میکنم تا اونجایی که ممکنه نکنه، برای که واقعا نایتمر میگه آدم، وحشتناکه. ولی اون ردیت REDDIT توی اون سایت اینا رو گذاشتن دونه دونه تمامشون هست، اصلا وحشتناکه. و بعدم در این مسئله که الان خب قرد مسلم اینه که زمانی که میرن توی مساجد و اینا از اونجا مثلا یک کارایی میخوان انجام بدن، متاسفانه انسان برای این گروه های مذهبی چه در یهودیت چه در مسیحیت چه در اسلام چه در هر چیزی، این آدمایی که بسیار بسیار مذهبی هستن هیچ چیزی برایشون مهم نیست جز اون اعتقادات خشک و بدون واقعا دلیلی، که اصلا دلیلی نداره. واقعا خیلی از چیزها هستش که ما همه مثلا ظاهرا مثلا پسرمون یهودی و مسلمون، بعدش هم توجه داشته باشیم که این جامعه یهودی در تمام مدت دوران زندگیش از دست گرفتاری هایی که با مسیحی ها داشته پناه به مسلمان ها می آورده. یعنی یهودی ها در قسمت مسلمان ها همیشه ایمن بودن. جامعه خود ایرانی رو شما ببینید که در 2700 سال با ایرانی ها چطوری زندگی کردن، چطوری با هم دیگه بودن، کدوم، من واقعا به جرئت میتونم بگم که من هرگز احساس نکردم که کلیمی هم، برای که در تمام مدت که در ایران بودم یعنی اختلافی داشته باشم با کسی، اصلا کسی مطرح نبود. من به جرئت میتونم بگم، خدا رو شاهد میگیرم، بیش از 80% از دوستای من غیر یهودی هستند، کسایی که باشون بسیار بسیار نزدیکم. اصلا این مسئله یکی از بزرگترین جنایاته. بسیار از مردم و ملت عزیز ایران سپاسگزارم که واقعا بی‌طرفانه دارن قضاوت میکنن. هر دو طرف که داره کشته میشه جنایت از هر طرفی که بخواد انجام بگیره، و امیدواریم که این به صلح و صفا بیانجامه، این تحریکاتی که داره انجام میگیره از بین بره، این گروه اجازه بدن که ملت ایران آزادی و آبادی و صلح و آرامش داشته باشه. مسخره است، خیلی جوون ایرانی هیچی نداره، یه آدم مسن پیرمردی که بازنشسته شده هیچ پولی نداره که بخواد زندگیش رو ادامه بده. من بسیار متاسفم در این مسئله. چیزی رو که امروز فکر کرده بودم که واقعا در مورد صحبت کنم اینه که از بس که توی این در از همون بعد از کشتن اون عزیز مهسا یا جینا، از اون موقع به بعد شما میبینید که چه جنایاتی انجام شده. در نتیجه ملت در تمام مدت، حتی اگه میان تو خیابون، حتی میخوان اگه یکم اگه یه ریزه نمیدونم اگه موشی خود این ور باشه یا پسری نمیدونم آستین کوتاه داشته باشه، اینا همش در حال عصبانی یعنی ترس و نگرانیه. به همین دلیل امروز فکر کردم که بهترین چیزی که ممکنه که راجع به صحبت بشه یه چیزی هستش که بهش میگن پست تروماتیک استرس دیزوردر، یعنی بعد از یه حادثه‌ای که اتفاق میفته، این اتفاق استرس و این چیزایی که میفته چه علائمی و چه گرفتاریایی برای آدم‌ها به وجود میاد که به جرئت میتونم بگم در شرایط فعلی شاید 60-70% از جامعه ایرانی اینو داشته باشه. و خود ما که تازه در امریکا و در جای دیگه هستیم، من خدا رو شاهد میگیرم در این دو هفته که این جنایات انجام گرفته و این مسائلی که، نه به خاطری که فکر کنی که اگر فقط مسئله جامعه یهودی، جامعه این جوانای بدبختی که توی همون در مناطق غزه و اینا کشته میشن، این بیچاره اصلا نمیدونن، نفهمیدن چجوری بزرگ شدن، چیکار کردن، چه زندگی داشتن. درسته که یه مقداری از نظر مالی و اینا واسشون بهتر، به خصوص در از چند ماه یا چند شاید بیش از یک ساله که تعداد بسیار زیاد اینا میان و در اسرائیل در حقیقت حداقل حقوق یک نفر که میاد کار میکنه در اسرائیل برمیگرده بین 2200 تا 3000 دلار در ماه، برای اینکه رقم درآمد الان
حتما فکرتون هم دیدین که توی آمارا اومده که مقدار گوشتی که اونا میخورن، مقدار زندگی که میکنن، زندگی لوکستری که دارن، اون مناطق به مراتب از داخل ایران راحتتر دارن زندگی میکنن. ولی با کمال تأسف به جای اینکه پول داده بشه که برای اون مردم استفاده بشه، پول میدن فقط رؤسا میخورن یا مثلا خرج همین چیزایی که آدم کشی بکنن. من چند وقت پیش که یه مصاحبه داشتم با آقای علیرضا نوری‌زاده، از من پرسید که خب اون روزایی که شما، چون من در اون زمان به دلیل شغلی که داشتم در مرکز پزشکی و گروه امداد آیت الله طالقانی در بغل بیمارستان بود و کاملا در تمام جریاناتی که اتفاق میافته در جریانش بودم، خب طبیعتا به همه جا میرفتم، از جمله به مدرسه علوی هم، به خاطر اینکه مسائل پزشکی و درمانی و این چیزها رو بدونیم که چیکار باید بکنیم، چه چیزهایی باید بشه. و همون قبل از اینکه اصلا انقلاب هم بشه ما خبر دادن که همه آدم ها رو نگه داریم در بیمارستان، و ما 3 شبانه روز این دوتا بیمارستان رو در اختیار گذاشته بودیم که مردم بیان. این بارها عرض کردم، خدا رو شاهد میگیرم در شب انقلاب فقط تعدادی از آدم های حساب گارد کشته شده بود که مردم کشته بودن، یا آدم های یکی هم دیگر رفوش زده بود کشته بود، اشتباهاً آدم ها خودشون هم دیگر کشته بودن. اینه که ایرانی هیچ وقت آدم کش نبود، ایرانی آدم قسی القلبی نبوده. بعد از من پرسیدن که خامنه ای رو چند وقت دیدیم. خامنه ای رو من اولین بار فقط در مدرسه علوی آقای آیت الله رفسنجانی کاری داشت، مثل اینکه به مثلا به یکی از نوکراش بخواد بده، به یه رانندش بگه برو یه کاری انجام بده، صداش زد برو این کارو بکن و برگرد. اصلا این چیزی مطرح نبود، منتها یه مقدار خوشخدمتی هایی مثل که انجام داده بود بعدن. و رفسنجانی هم به خاطر اینکه فکر میکرد که خب این ملیجکیشه، هرچی بخواد بهش بگه میتونه انجام بده، نمیدونست که چیزی که آخرش هم جون خودش هم خواهد گرفت. این آدم آدمیه که به جز قسی القلب بودن واقعا خامنه ای چیز دیگری ندارید. از شما وقتی توجه داشته باشین که این با اون حالت که صحبت میکنه، با اون که میگه آقا آدم معمولی، خب مرده که مرده، اصلا این جریانی که هر کی بمیره به بهشت، خانم آقایون والا به اون خدای بالا سر این خبرها نیست. کسی ده شما این مسئله بهشت و جهنم و این چیزا، اصلا امیدوارم که حالا همه عاقبت به خیر بشن، ولی جهنم و بهشت و اینا همینجاست، همین جاست که واقعا آدم ها رو به چه زندگی داریم میندازیم. مسخره نیستش. خیلی جالبه که در یهودیت وقت بهشت و جهنم و اینا نبوده تا زمانی که میان به ایران یهودیا و از همین مسائلی که در مورد آداب و رسومی که مقدار خیلی خیلی زیادی از آداب و رسوم یهودیت، حالا خیلی ها ممکن از جامعه یهودی هم ایراد بگیرن، ولی از میترائیزم و از چیزای ایران درست شده. 58% از تلمود مال ایرانه، 42% مربوط به اسرائیل و بقیه کشورها، یعنی در اونجا درست شده. بیشتری چیزا مسئله، اگه شما میبینید مثلا اینجا همین مهرگان که ما داریم، عید میوه بندون همون مهرگان شما همینه. یعنی چی بوده؟ همون که بوده که محصول برداری رو چطور جشن میگرفتن، یا این که برای خیلی از چیزهایی که وجود داره. و من واقعیت اینه که هرگز تفاوتی ندیدم بین این که جامعه یهودی و بین مسلمان و بین مسیح، همه اینا که خب یه کتابی که همش مال مسیحی‌ها که یه تورات رو که اول قسمت اول دارن. من معذرت میخوام که واقعا پزشکی رو امروز یه مقدار خیلی، چون این من عمر خودم کردم، هیچ نگرانی دارم که اگر اینکه کسی بخواد بیاد بکشه، هر کاری هم بخواد بکنه، ولی فقط این خدمتتون بگم به جوانای عزیزمون، بدون این که تمام این حق بازی ها و کلک ها فقط برای اینه که شما رو بدوشن، شما رو از سو استفاده کنن،
خدا رو شکر که ما الان یک سری گروهی رو در ایران داریم که موجب افتخار شده. یه زمانی بود ما جرأت نمی کردیم که بگیم ما که یهودی ما ایرانی هستیم. یه زمانی بود که همه بچه ها رو از به خاطر هاستیج گرفتن اینا بچه همون مرتب می زدن. دست بچه من رو توی مدرسه شکوندن به خاطر اینکه فکر که تو ایرانی هستی. خیلی از بچه ها مجبور بودن یا بگن ایتالیایی هستیم یا بگن نمیدونم اسپانیایی هستیم یا مال جای دیگه هستیم، اسم ایرانی نمیتونستن بگن. چرا؟ به خاطر کسافتکاری همین آدم ها بود. اگه نبود که مگه قبلا که می اومدیم تو اروپا یا جای دیگه با چه عزت و احترام می اومدیم؟ خانم آقایون مطمئن باشین ملت ایران پیروز میشه. این آدما امیدواریم که آخر عمرشون باشه. اطمینان خاطر داشته باشیم که هرگز نه دولت اسرائیل و نه هیچ کسی دیگری بجز تعریف و تمجید از جامعه ایرانی چیزی دیگری نخواهد داشت و هرگز اونا صدمه ای به ملت ایران نخواهند زد. و امیدواریم که هرگز جنگ نشه. امیدواریم که اینایی که همش دارن سعی میکنن که یک کاری کنن که این جنگ انجام بگیره به یه صورتی انجام نگیره. من واقعا ببخشید خیلی عوض میخوام فقط یکم آب بخورم. به هر حال مسئله که حضورتون عرض کردم این تراما یعنی که یه صدمه، پست تراما یعنی بعد از یه صدمه که برای آدم ایجاد میشه، یه بیماری روانیه که واقعا در کسایی که یا به خودشون صدمه زده شده یا شاهد این بودن که جنایاتی در دیگران انجام شده یا اینکه تهدید به مرگ شدن یا اینکه از نظر سکسی تحت ظلم و ستم قرار گرفتن، همینطوری که در زندانهای ایران میکنن، همینطوری که در خیلی در همین جایی که خودتون خبر دادین که دیگه دیدین که چه اتفاقی افتاد و یا اینکه وایلنس بزن به کوب کتک میزنن، آدم ها رو چششون رو پور میکنن، دست و پا میشکنن، از اینا طبیعتا این آدم به مقدار زیادی خودش و اطرافیانش این بیماری رو میگیرن. این به طور کلی در هر سنی که باشه، از همون بچه کوچیک کوچیک که واقعا بگیرین، اگر یه بچه خیلی شیرخواره رو که یه اتفاقی واسش بیفته اون از همون موقع داره و به خصوص که از 6 سال بالا بچه ها کاملا این مسئله برایشون یک علائم بسیار زیادی ایجاد میشه که بسیار ناراحت کننده است. اولا مرتب فلشبک میکنن. یعنی چی؟ یعنی بر میگرده نگاه میکنه که مثلا الان با یه یارو تفنگ گذاشته جلوش یا اینکه داره یارو رو میکشه، یه اتفاقی از این صورت ها میفته که این و فوق العاده مشکله و بعدم میدونه که کاری ازش بر نمیاد که مثلا اونو داره میکشه، خودش نام مثل یه آدم به حساب کرخت میمونه، همینطوری میمونه، نمیدونه که چیکار باید بکنه. بعد اگر این که شما بایستی سعی کنیم تا اونجایی که ممکنه از اون چیزهایی که واقعا ناراحت کننده است آدم جلوشو بگیره، بعد سعی بکنه که تا اونجایی که ممکنه که آدم عکس العمل خیلی شدید در اون موقع برای کسی که داره برش وایلنس ایجاد میکنه نکنه. یکی از چیزهایی که یکی از عزیزانی که در داخل ایران هستن در موقعی که افرادو در زندونا ریت میکردن، یعنی تجاوز جنسی بهشون میکردن، در زمانی که توی همین طالبانا در افغانستان این بلا رو سر مردم آورده بودن، خبرنگارا و به همین کسی که رفته بود در افغانستان که چون ندیده بود در دوره جنگ دوران به حساب انقلاب به اون صورت چون بچه بوده، خواسته بودن جنگ چطوری، رفته بود که فیلم بردار بوده، میره در افغانستان و همینطور میره جلو تا بالاخره آخرش هم میره با خود طالبان مصاحبه میکنه. ولی خبرنگارهای دیگه میگن که ببینین وقتی که اینطور چیزیه، اگر اینکه کسی که میخواد تجاوز جنسی بکنه، اول تا اونجایی که ممکنه باید سعی کنیم با زبون و خواهش و التماس و التجا، ولی اگر نشود
اینو توجه داشته باشین که با توجه به اینکه من خودم دیدم که وقتی که تجاوزات اگر که وقتی کسایی که خودشون خیلی زیاد میگیرن و این حالت تنس که ایجاد میکنن متاسفانه صدمات بسیار زیادی به قسمت های تناسلی بدنشون انجام میگیره که پارگی های خیلی وحشتناک میده. اینه که در اون موقع چاره ای نیستش این که یه مقداری ریلکس کردن عضلاته که لاقل صدمه زیادی از نظر تا آخر اون برای آدم باقی نمونه، صدمات روحیش میمونه ولی صدمات جنسی نداشته باشه. 29 نوع چیز اومده که استرس ایجاد میکنن که یکیش قسمت جنسیشه، یکیش مسئله شخصی که به یه آدم بسیار اذیت میکنن، یکیش ارگانایز وایلنس مثل که این گنگا که میرزن چه بلایی رو میارن، یکی اینکه خود آدم که جزء ممبر گنگ باشه و یا یه شرایطی باشه که آدم احساس بکنه همین الان میکشنش یا بلایی سرش میارن یا یه چیزی ازش. بعدش یکی دیگه از چیزهایی که ایجاد میکنه در زمانی که آدم انتظاری نداره یکی از عزیزاش بمیره، یه دفعه یکی از عزیزان میکشن یا ریپش میکنن، یا اینکه حضورتون عرض کنم که اذیت‌های مختلف میکنن و این داستان گرفتاری های بسیار زیادی رو ایجاد میکنه و بیشترین حالت PTSD در متاسفانه در این چه بچه هایی که سکشوال و ابیوز میشن یا ابیوز میشن یا سکشوال ابیوز میشن جنسی ابیوز میشن در اونا میشه که اینا بیشترین گرفتاری رو دارن و تا زمانهای فوق العاده زیادی همش نگرانن، برای که زمانی که اینا رو میان اولا تهدید میکنن که مثلا من با من سکس نکنی من میکشم به تنی الان فلان میکنم چاقو میذارن فلان میکنن، این توی ذهن این آدم چه قانون چه آقا چه هر کسی که هست باقی میمونه. کسایی که در زندان بودن و واقعا این بهشون تجاوز شده داستانایی که تعریف میکنن وحشتناکه و هنوز که هنوزه اینا با اینکه تعداد خیلی زیادی سایکوتراپیشون میکنن چیزهای مختلف میکنن متاسفانه این خیلی کمک نمیکنه. یادمون باید باشه که 16% است، این در امریکا است، 16% از بچه ها و نوجوان ها این PTSD رو دارن به دلیل اینکه یا پسر خاله باش بررفته یا دختر خاله یا پسر عمو بوده یا دوست بوده یا همسایه بوده یا نمیدونم پدر ناپدری بوده یا نامادری بوده یا یه چیزی بوده، در نتیجه 16% از افراد بچه این گرفتاری رو دارن. در امریکا 3.5% از آدم ها یعنی 7.7 میلیون امریکن ادالت بالای 18 سال این گرفتار این بیماری هستن که یه رقم خیلی خیلی بالاییه. وقتی ما واقعا میبینیم که بعضی ها که میان و میشینن صحبت میکنن، حتی بعضی از خانمایی که میان که مثلا یه شوهر خیلی پیر داره که کاری هم ازش بر نمیاد ولی به یه صورت این مرتبش حمله میکنه و به یه حالت وحشتناکی میشه، وقتی آدم ها وقتی میشینی با این آدم ها صحبت میکنی که من واقعا در این 53 سالی که پرکتیس میکردم خدا رو شاهد میگیرم شاید بیش از صدها رو دیدم که میان و چی گریه و زاری هایی میکنن که به چه صورتی صداشون میزنن، به چه صورتی ابیوز میکنن، حتی یا پدرها چقدر بچه ها رو اذیت میکنن، نمیدونم پدر بزرگ ها. توی زمانی که پزشک قانونی در ایران بودیم دانشجو بودیم میرفتیم چقدر پدر بزرگ ها نوه ها رو ریپ تجاوز کرده بودن، چقدر عموها بود، چقدر برادرها بود، چقدر نمیدونم همسایه بود، اصلا یه چیزای عجیب و غریبه. در نتیجه این PTSD رو لطف کنین و واقعا جدی بگیرین به دلیل اینکه یه چیزیه که بایستی حتما درش عوامل هم همطور که گفتم موقعی که PTSD کاری که میکنه که چطوری چه ایجادی میکنه انقدر این آدم احساس ترس میکنه که کاتکولامینه یا
یک آنزیمایی تو درون میره بالا و اینا یه مقدار حالت به حساب اوور اکتیو میشن، یه خودی بیشتر فعال به حساب تکون رو کنن، یا اینکه مثلا یه حالتی که یه سری از بلاک میکنه، یه مقداری میبنده از راههایی رو که میتونه آدم آروم بکنه و این فوق العاده گرفتاری های ایجاد. البته دیگه حالا اون چیزاشو نمیگم، ولی ریسک فاکتورایی که برای PTSD وجود داره به طور کلی کسایی که بیشترین چیز هستن، خانم بودن یکی از عوامل بسیار بالایی که متاسفانه گرفتار PTSD میشه، سن جوانتر، کسایی که اگه بیماری های روانی داشتن مثلا دیپریشن، افسردگی یا چیزی بوده و از اینا استفاده میکنن، چقدر در این آسایشگاه و چیزهای روانی افراد اسکیزوفرنیک و بایپولار و اینا رو ریپ میکنن و گرفتاری ایجاد میکنه برشون. یا اینکه کسایی که آدم های بدبخت و بیچاره تو خیابونه، بچه که رفته که مثلا یه پولی در بیاره، یه چیزی در بیاره، این بچه رو میکشن توی یه گوشهی ابیوز کردن و برای این صورت. بعد قبل از این که باید توجه داشته باشیم که PTSD بیشترش به اون قسمتی که چقدر اون صدمه جسمی و رویی که خورده، این چقدر بهش اذیت کرده، چه جسمیشه، بعد آیا چقدر تهدید شده به که مثلا میکشیم، دیاریم بلای مثلا سرتونین بریم، نمیدونم چاقو میزنیم، چاقو بذاری از این چیز هاست. یا اینکه به هر حال اون رفتاری که در موقع این انجام گرفت، وقتی آدم این فیلم هایی که همین واقعا دیده شد، در زمانی که مثلا پدر در مقابل بچه چطوری سر میبرن، یا بچه رو پدر مادر اونجا هستن میکشن، و اون حالت و اون قیافاری که شما میبینین، میبینین که وحشتناکترین چیزی که آدم میتونه تو زندگیش ببینه. بعد بعدش این قسمتیه که تازه اینا قبل از این که تازه اتفاق افتاده، ولی بعد از اون که اتفاق میفته، بازم اونم بستگی داره که چقدر صدمه جسمی خورده، چقدر گرفتاری ایجاد شده، چقدر برش آیا اشکالات پزشکی متعددی برش ایجاد شده، آیا توی جامعه کسی بوده که کمکش بکنه، ساپورتش بکنه. احساس بدبختانه در این موارد انقدر اینا رو تهدید میکنن که اگه به کسی بگی میام میکشم یا فلان میکنم، بسیاری از این آدمای بدبختی که ابیوز شدن هرگز به کسی صحبت نمیکنن و این روز به روز بدتر میکنه. اگر اینا بیان واقعا بگن و بگن که چه چیزی شده و یه مقداری سایکوتراپی بشن، یه مقداری درمانای دارویی بشن، خیلی خیلی بیشتر بهشون کمک میکنه. حالا اگر کسی باشه که یه دفعه که شده ولی مرتب پشت سر هم این اتفاق بیفته، که وای و وابیلاست دیگه، که این دیگه یکی از بدبختی هست. برای جلوگیری از این برنامه واقعا بایستی تقریب باید شروع کنم به یه مقداری آموزش دادن، یه مقداری پیشگیری کردن و گفتن که اگر این تروماها میخواد، این صدمات با آدم ها ایجاد میشه، چه کار بکنیم. من زمانی که عزیزانو ببخشید، واقعا آدم وقتی خیلی عصبی و ناراحت میشه دهنم مرتب خشک میشه، ببخشید، عذر میخوام. حضورتون عرض کنم که این به طور کلی بایستی مردم آگاه کرد، مردم بهشون گفت، و بعدم برای جلوگیری از این که مشکلات ایجاد میشه، در زمانی که اول اینا شروع کردن به گازهای اشکاور زدن، که خب من یه مقدار خیلی زیادی مطلب تهیه کردم و برای ایران و برای خیلی جاهای دیگه فرستادیم که عزیزان به چه صورتی باشه. بعد از این متاسفانه یه دفعه سیستمشون عوض کردن، اومدن از گازهای کربنی استفاده کردن که حالت بو نمیداد، حالت چشم عشق نمیفتد، ولی حالت خفگی میداد با آدم ها.
بعد از اون شما لازم فرمودید که بعد از اون اومدن به مواد شیمیایی دادن. الان یکی از چیزهایی که با تعداد زیادی از عزیزانی که در ایران صحبت کردم یه حالت کرختی بسیار بسیار زیادی در جامعه ایجاد شده که به احتمال خیلی زیاد یا به خاطر همین مسائل PTSD یا اینکه واقعا در انوایرمنت در اون شرایط محیطی که شما دارین چیزایی رو دارن میدن که یه مقداری آدما یه حالت شلی گرفتن، کما اینکه علت اساسی که بیشتر این آدما رو میرن و دراگ ادیکت میکنن یا چیزایی میکنن به خاطر اینکه بتونن کاملا ازشون استفاده کنن. این یکی از چیزایی که بسیار بسیار زیاده. از چیزایی که معمولا آدمایی که پست تروماتیک از این استرس ها میگیرن، از چیزایی که هستش اینا موجب دیپرشن شدید افسردگی فوق العاده شدید پیدا میکنن که بسیار بسیار بده. بعد خیلی از این آدم ها به الکل و به مواد مخدره متاسفانه رجوع میکنن که آرومشون شاید فکر کنه آروم میکنی در صورتی که اون به مراتب بدتره. این افراد خیلی وقتا یه حالت پنیک دیزوردر یا حالت ترس و وحشت، پنیک دیزوردر انگزایتی یعنی نگرانی، ولی پنیک دیزوردر یعنی چیز وحشتناکتری بسیار، حالا امیدوارم یه وقتی که باشه، این افراد خیلی میترسن که حتی توی جامعه برن، حتی اینا خیلی آدمایی میشن که وسواس خیلی در این افراد تعداد مقدار خیلی زیادی، این افراد خیلیشون سیگاری میشن و این افراد خیلی به زودی یعنی خیلی زودتر اون حالت ادراکشون و فهمشون و اینا اشکال پیدا میکنه و خیلی از اینا به حالت دیمنشیا یا خنگی یا همون حالتهای آلزایمر و یا کاگنیتیو دیزوردر که حالا بهش میگیم که ایناست وقت و یه حالتهایی مثل اینکه افرادی که بهشون ضربای مغزی خورده شده تقریبا شبیه اون آدم ها میشن. یادمون باید باشه که این یکی دیگه از چیزهایی که برای بچه ها این PTSD میده سپریشن انگزایتی، وقتی که پدر و مادر جدا میشن یا یکی از والدین یا برادر یا خواهری کسی فوت میکنه یا به حساب جدا میشن از اون، این افراد علاوه بر این که نگرانی و همش نگرانی که آیندهشون چی میشه، آیا بی خونمان میشن یا چیزایی هست، از اینا متاسفانه برشون زیاد اتفاق میفته. شما باید توجه داشته باشه که برای این که تشخیص بدیم که کسی PTSD داره یا نداره چند تا شرط واسش گذاشته شده برای تشخیصیش که واقعا کسی چطور. یکی اینه که آیا این شخص خودش تجربه یه اینطور کاری داشته یا نداشته، یعنی براتون تعریف کنه که بله من رفتم یه جا یه اینطور اتفاقی افتاد، یا اینکه مثلا در یک حادثه حالا یادم رفته راجع به تصادف هم بگم، یه تصادف وحشتناک بود، ماشین یه دفعه چپه شد فلان شد، دیدم چهار تا اونجا زیر پا مردن، من اینجا بودم یا هواپیما داشت میافتاد یا فلان میشد. از این چیزهایی که تجربه‌ای که آدم احساس میکنه که یک مقدار خیلی زیادی تقریبا داره میمیره یا یکی از عزیزاش داره میمیره، یک چیزی هست. بعد یا اینکه این آدمایی که خودشون یا برای خودش بوده یا شاهده واسه دیگرونه، یا اینکه یاد گرفته و فهمیده که دوستش و فامیلش چه گرفتاری های بدبختی های واسه شون به وجود اومده. بعد خیلی از این افرادی که تعداد دفعات متعدد این گرفتاری واسه شون ایجاد میشه، یعنی در یه جایی که در محیطی هستن سر کار، یه رئیس یا کسی مرتب یه خانم میخواد اذیت کنه، اذیت میکنه، آزار میکنه و این تمام مدت وقتی وارد میشه وحشت برش میداره که آقا نکنه اون حالت بخواد باز بیاد به من حمله کنه، نکنه بخواد فلان کنه، و این مشکل بسیار بسیار بزرگی رو متاسفانه برای افراد ایجاد میکنه که یکی از اشکالات. یکی دیگه این که از چیزهای دیگری که
بایستی توجه داشته باشیم که این افراد اگر در افرادی که مرتب این مسئله تکرار بشه، اگه کسی که تو زندونه و همین مرتب ببینه که مرتب این داستان بهش اتفاق میفته، همینطوری که بارها گفتن لختش میکنن، میگن بشین و پاشو و فلان کنه اینا، این حالت واقعا از مرگ بدتره برای خیلی از آدم ها. این اکسپریانس تا آخر عمر، یعنی امکان نداره اینو تا زمانی که یک درمانه فوق العاده شدیدی براشون انجام نشه، امکان نداره که این آدم ها بهتر بشن. و بایستی توجه داشته باشیم که هر چقدر که این تکرار بشه و تکرار بشه، گرفتاری های بسیار زیادتری رو ایجاد میکنه که واقعا آدم نمیده چیکار کنه. بعد یکی دیگه از چیزهایی که هست اینه که خود مرد شخص میدونه خب من هیچ قدرتی ندارم بتونم جلوشو بگیرم، چیکار کنم، کاری نمیتونه بکنه، هی بدتر میشه. یا اینکه میبینه که تازه این بلا رو سرش آوردن، تازه یه مقدارم پدر و مادر و فک و فامیل شروع میکنن بهش فحاشی کردن، چرا رفتی توی این محیط که این اتفاق بوده، چرا اینطوری شد؟ خانم آقایون، پدر مادرای عزیز، اگه میخواین بچهاتونه بکشین، اگر بدبختی سرشون اومده بهشون بگین. یکی از چیزهایی که باید توجه داشته باشین، کسایی که میرن در زندون و جایی که میان، وقتی میان زیاد شمایی که به حساب پروفشنال نیستین که چطوری سوال کنین، نپرسین چه بلایی سر دادن چی شده. ولی از یه طرف دیگه من استدعا میکنم کسایی که از زندان میان بیرون فوری یک سری آزمایشات خون اینا بدین. تعداد زیادی از این کسایی که گفتن خودکشی کردن، من به جرئت میتونم بگم که اینا آدمای خوب نبودن که خودکشی کردن، بلکه اینا چیزایی که داده بودن به شما، مثلا شما فکر کنین اگر چند گرم استامینوفن همی تایلنول بریزن تو خونه توی غذای کسی بهش بدن، بعد از یه هفته این کل کبدش داغون میشه دیگه، خب طبیعتا از اون کبد میمیره، بعد هم میگن که خودکشی کرده، فکر میگن که خودش خورده، نه خودش نخورده بود این آدم. یا که خیلی از این چیزهای داروهای متعددی هست که برای این کارا میدن که استفاده کنن، همین گازهایی که میدادن برای مدارس این پوستین و اینا که بوی گند لاشه ماهی میداده یا چیزی که میداده اونا که بوده، اونا بسیار داروهایی که دراز مدت اگه چندین بار در معرضش قرار بگیرن خطرات فوق العاده زیادی داره. در این زمانه که یه اینطور گازهایی یا چیزایی اتفاق شده، حتی اینا رو نباید لباس رو از تنشون در آورد، باید لباس رو پاره کرد. ولی کسی جرأت میکنه در محیط ایران بیاد لباس رو پاره کنه، یا آی با لخ شد الان، با ناموس در رفت فلان شد، حالا خر بیار باقالی بار کن، برادرش یا پدرش یا پسر عموش شد دختر فلان کسش میخواد بیاد بگیره تازه بچه رو بکشه بیچاره. و هر حال اینا نمیدونم تلفن داری نفهمیدم چی شد، یه صدایی اون به این صورت رفتیم میگن یه دقیقه بیشتر نمونده و من آرزو میکنم که همگی خوب و خوش باشین. یک ایمیلی رو میگم که از دفعه آینده بذارن که بنویسین، که کسایی که اگر سوالی چیزی داشته باشین اگر بدین با کمال میل بدون هیچ چیزی من ایمیل جوابتون میدم. البته یه تلفن جدا هم میذارم که شماره جدایی رو، یه تلفن دستی رو که توش بتونین مسیجاتون رو بذارین، شماره تلفن بذارین، به هر حال حتما راجع به اون سوالی که کردین جواب میدین. برنامه شما عزیزان، این برنامه برای ملت ایران، همینطور که بارها گفتم ما مدیون ملت عزیز و بزرگوار ایران هستیم، اگه هر چی داریم از ملت عزیز داریم، اگه دکتر شدیم، اگه مهندس شدیم، اگه بیزنسمن شدیم، من استدعا میکنم که قبول داشته باشین که ما عاشق همه شما ایم عزیزان، و شب و روز همگی بخیر.
یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا به عنوان صد وکیل برتر. منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی. انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل. و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن 844-688-9740. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ تور 12 روزه تایلند، جزیره پوکت و سنگاپور، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام، خرید از اجناس کمیاب. قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 نوامبر. تلفن 818-758-2626. amiritravel.com. سوپرویژن، معرف خدمات بینایی و زیبایی شما با تازه های عینک. در رابطه با سنجش بینایی متخصصین سوپرویژن و بیورلی هیلز اپتومتری با پیشرفته ترین دستگاه های کامپیوتری در خدمت شما خواهند بود. با مراجعه به سوپرویژن می توانید زیبایی و بینایی خود را حفظ نمایید. سوپرویژن، بزرگترین کلکسیون عینک های طبی و آفتابی در 210 سالت رابرتسون بولوارد، بیورلی هیلز. تلفن 310-623-48-48 با پارکینگ رایگان. روانشناسی روشنگری، برنامه‌ای از دکتر دانش فروغی، روانشناس بالینی.